با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم و با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید و با یه سری فعالیت‌ها و ورزش‌های سالم بتونید زندگی خوبی را داشته باشید و سلامتی خودتون رو بتونید به طور اصولی مدیریت بکنید. خب متشکرم از همه پیام‌های شما عزیزان که در همه سوشال میدیا، در تکست، در ایمیل برای بنده می‌فرستید. واقعا من شرمنده‌ام، نمیتونم به همشون جواب بدم، ولی تا جایی که تونستم تقریبا با یکم تأخیر به 100% سوالات شما جواب دادیم. هیچ سوالی در این چندین سال بی جواب نمونده، بعضیارم که در برنامه میخونم و خوشبختانه طبق فیدبک و بازخوردی که شما ها میدین خیلی مؤثر بوده. من هم سعیم اینه که با ارائه اطلاعات و بالا بردن آگاهی مردم عزیزمون بتونم سهم هرچند کوچکی در ارتقاء سلامت عمومی جامعهمون برداشته باشم. در این برنامه به سری از سوالات شما عزیزان پاسخ میدم و امیدوارم که از این طریق هم کمکی به شما عزیزان شده باشه. کنن لطفاً به دوستانتو معرفی بکنید تأثیراتی که این تمرین ها دوستان روی بهبودی هزاران مریض گذاشته در این چند سال برای خود شما ها هم ثابت شده با پیام هایی که خوندم. یوتیوب روز کلینیک خیلی فعاله، خوشبختانه بیشتر از 17000 سابسکرایبر داره که با اینکه به زبان فارسی اکثرا و هموطن فارسی فقط فالو میکنم، اون هم در شرایط فیلتر ایران، ولی بازم آمار خیلی بالایی از یوتیوب ما استفاده میکنم. بعضی از برنامه ها صدها هزار ویو داره که این باعث افتخاره. از اون طرف کانال تلگرام روز کلینیک خیلی فعاله که به هر حال تقاضایی که از شما دارم اینا رو برای دوستانی که کمر درد دارن، زانو درد دارن، سر درد دارن، توجه کردین که ما برای همه بدن و مدیریت همه بیماری ها تقریبا برنامه ارائه دادیم و امیدوارم که با معرفی این پیج ها و کانال ها به دوستان خودتون کمک بکنید. بنده نه ایران هستم، نه اون سابسکرایب های بر فرض تلگرام و اینستاگرام ما بره بالا سویدی به من میرسه دوستان، ولی سویدو به دوست آشناهای خودتون خواهید رسون. خب بریم به سراغ سوالا. سوال اولی رو یه دوستی گفتن: درود، خسته نباشید، من دو روز پیش تو تمرین بدنسازی سرشانه تو حرکت فلای یک سرشونم آسیب دیده و یه درد کمی تو سرشونم هست، چه کاری برای از بین رفتنش باید انجام بدم؟ ایشون گفتن شما قبلا هم بنده را راهنمایی کردید در رابطه دیسک گردن و کمر که تمرینات را انجام بدم که خدا را شکر کاملا رفع شد دردم. واقعا من 2 سال به خاطر اینا درد کشیدم. ببینید دوستان، کسی که به خاطر کمر و گردن و دیسک چیزی نیست که از راه دور و با تمرینا راحتی درمان کرد، ولی بازم پیام بیننده عزیزیه که میگه خوب شده. و دوست عزیز متشکرم از سوالتون. برای سرشونتون اونجوری که شما میگین احتمالاً تو سرشونه 2 تا آسیب پیش میاد موقع وزن برداری، یا تاندون روتیتر کاف هست که برنامه‌اش رو داشتیم برید انجام بدین، و یا بعضی وقتا هم کلاویکولوم اکرومیوم جوینت، یک مفصلی که اینجا AC میگیم آسیب میبینه، احتمالاً زیاد بایستی تاندون باشه و شما یکی 2 هفته استراحت کمی داشته باشین. در واقع اگر وزنه 10 کیلویی برای سرشونتون میزنید، اونو بکنید 6 کیلو، در این حد حدود 40% 50% بر مبنای اندازه دردتون نیروی به اون بافت بیاریم پایین و تمرینات مربوطه را که در سایت و آرشیو های روز کلینیک هست انجام بدین، یک کمی استراحت بکنید. اگه بعد تمرین درد شدید داشتین، یک کمی یخ بذارید 5 دقیقه 10 دقیقه، و بعد از 7-8 روزم اگه لازم شد یه ماساژی یا یک کرم های خیلی خوبه مسکن درد هست مثل تایگر و غیره روشونتون بمالید. اینا تأثیرات خیلی خوبی داره و با انجام تمرین ها مطمئنن در طی 2-3 هفته باز با اون وزن دلخواهتون خواهید رسید. دوست دیگه گفتن سوال دیگری داشتم در ارتباط با زانو. در زمانی که پاها در حالت کشیده و دراز شده هستند، زانوی پایی که مشکل تاندون آشیل
پاشنه داشت بالاتر از دیگر زانوست، یعنی پای دیگر زانو پایین تر می رود ولی دیگری نه. دلیل این حالت و عوارض اون چیست؟ ببینید سوالشون رو من توضیح بدم. رو باسن نشستین، پاهاتون رو صاف کردین، حالا یه تاندن آشیل هم برفرض مشکل داشته ایشون، یکی از زانوهاش صاف نمیشه. این بیننده عزیز دلیل اصلیش تاندن آشیل نیست. وقتی که زانو به حالت صاف یا اکستنشن کامل وای نمیسته، به خاطر یا کوتاهی مایچای همسترینگ هست پشت پاتون که اونا رو کش بیارین، تمرین کششی اونا رو داشتیم، باز خود آسیب همسترینگ رو داشتیم، تمریناشو در ده‌ها برنامه کششی پا رو نشون دادیم که همون حالتی که شما گفتیم میشینید، زانوتون رو اول فشار بدین به زمین، بعد کم کم برین که دستاتون رو به پاهاتون برسونید و ده‌ها مدل دیگه که در برنامه مختلف نشون دادم. و در بعضی مواقع هم که زانو به زمین نمیرسه میتونه به خاطر آسیب خود مفصل باشه که یا قضروف یا پاتلا آسیب دیده باشه یا مینیسکا آسیب دیده باشن که اون موقع زانو صاف کامل نمیشه. به هر حال شما با تمرین‌های موبیلایزینگ زانو شروع بکنید، مثل بالا پایین آوردن زانو، در واقع همون زانوی مرحله یک ما را چند روز انجام بدین، بعد مرحله دو تا اون زانوتون به اکستنشن یا صاف شدن کامل برسه. عوارضش زیاد میتونه باشه دوست عزیز. وقتی که یک مفصل به حالت کامل خم و راست نشه، تو راه رفتن ما مشکل ایجاد میکنه، تو ورزش های ما مشکل ایجاد میکنه، تو کارهای ما مشکل ایجاد میکنه. برفرض شما میخواین رانندگی بکنید، اون زانو خیلی وقتا باید صاف و خم بشه. اینه که وقتی هم زانو صاف نمیشه، در واقع کارهای بافتهای دیگر رو میاره پایین. به همین خاطر شما در اسرع وقت با یکی دو هفته تمرین های کششی و نرمشی اون زانوتون به حالت اکستنشن کامل باز خواهد گشت. با سپاس از سوالتون. دوست دیگه گفتن تبریک به شما دکتر. آقای دکتر، من اهل افغانستان هستم و دچار اسکولیوز هستم و ستون فقراتم انحراف داره. دکتر هم رفتم اما خیلی به مشکل مواجه هستم، میشه لطفا ویدیو بسازی به خاطر اسکولیوز؟ خیلی ممنون میشم. من لازم میدونم از افغانستانی های عزیز تشکر بکنم که یوتیوب ما را خیلی اونجا دنبال میکنن، سوالات خیلی زیادی میفرستن. متشکرم از شما عزیزان که به فکر سلامتیتون هستین. چشم، حتما در سری بعدی که برنامه ضبط بکنیم من قول میدم برای اسکولیوز چندین بار سوالم شده برنامه تهیه بکنم. با سپاس از شما. خب بیننده دیگه گفتن سلام و درود بر شما، سپاس از آموزش های بی‌نظیرتون. در شخصی که قوس های کمری بیش از حد شده و اسکولیوزش هم مختصر ایجاد شده، درد در مفصل لگنه وی هست، مقداری کوتاهی ثانوی در پا، برای اصلاح باید از کدام ناهنجاری شروع کنیم؟ خب ببینید، قوس کمر زیاد شده، بعد لگندر دارن، کوتاهی مایچه پا دارن و یه مختصری هم اسکولیوز دارن. اینا را گفتن اصلاحشو، در واقع درمانشو، مدیریتشو از کدام ناهنجاری اول شروع بکنیم. ببینید دوستان، در اینجور شرایط خیلی کمپلکسه. در واقع بهترین حالت اینه که شما پیش یکی از همکاران برید تا تمام بدن شما رو ارزیابی بکنه، تا بر مبنای اون ارزیابی هم دوستان یه دقیقه و یه سوال و دو دقیقه نیست، ارزیابی فیزیوتراپی نیم ساعت تا 45 دقیقه طول میکشه، ده ها سوال تخصصی باید پرسیده بشه تا رو اصول به اون root cause of the problem، در واقع به ریشه اصلی این ناهنجاری ها پی ببریم. اینه که من توصیه میکنم در صورت امکان یه بار حداقل پیش همکار برید، اگر نرفتین طبق این توصیه‌ای که میکنم عمل بکنید و در نهایت همه اینا رو باید خوب بکنید شما یا مدیریت بکنید. از اونجا که کمر مرکز ثقل بدنه و همه کارها و فعالیت‌هایی که میکنیم به کمر نیاز هست، یا کمر مرکز همه فعالیت‌های ماست، بایستی اول شما کمرتون توجه بکنید که لگنتون هم اونجا میگین درد داره. و در واقع کمر رو که مدیریت بکنید، تمرین های کمر و لگن با هم یکی هستن تقریبا اکثرشون،
اون موقع اون دوتا رو اونجا یکم بهتر شده و تمرین های کمردرد ما برای این مدیریت آسیب های قوس کمر داشتیم اتفاقا چند هفته پیش، اونو ببینید خیلی کمک میکنه. درمان مفصل لگن شما هم که باز برنامه اونو داشتیم، اونم حتما از اون طریق میتونید مدیریت بکنید. بعد میایم به سراغ کوتاهی بافت های پا. البته در اصل همونجور که من اشاره کردم، اگه شما پیش کمکار فیزیوتراپیست برین یا اگه شما اینجا پیش من باشین، من همه اینا رو همزمان روش کار میکنم، ولی چون خودتون میخواین مدیریت بکنید این روش بهتره. کشش پا رو هم انجام میدین که طول بافت های پا رو به نرمال برسونید. در بهترین حالت همه این ناهنجاری ها رو بایستی با هم مدیریت بکنید، برین جلو. برای همون تمرین کمر و کشش پا و قوس کمر رو انجام میدین و لگن، و اگر پیش همکاری برید باید ریشه اینها رو پیدا بکنید. شاید یکی از اینا باعث اونای دیگه شده، یا در بعضی مواقع یه مشکل دیگه ای شاید وجود داشته باشه که اینا برفرض اختلاف قد پا، نمیدونم فرم زانو. و اگر خودتون میخواید مدیریت بکنید، کشش پا، تمرینات کمر و پیاده روی حتما فراموش نکنید. برای اینجور مسائل پیاده روی دوستان درمان همه درداست. بنده همین دیروز جلسه دومه بیماری با کمردرد شدید اومد، همون روز اول بهش گفتم چقدر پیاده روی میری، گفت یک دو هفته هیچ نرفته. گفتم از همین امروز نیم ساعت شروع میکنی و به دو سه روز آینده به یک ساعت میرسونی. دیروز اومدن اینجا پرسیدم چقدر پیاده روی کردی، گفت یک ساعت. و باورتون نمیشه در یک جلسه و 5-6 روز پیاده روی 80% دردش رفته بود. اینه که پیاده روی رو فراموش نکنید دوستان. خب دوست دیگه گفتن سلام، مرسی دکتر، فقط تمرینات برای کسانی مثل من که دیسک عمل کرده و در 4 مورد دیسک تیتانیوم گذاشته. من هر چیز سنگین بلند میکنم و هر ورزشی غیر از وزن برداری فقط در زمانی که میشینم پهلوهام میگیره، راهنمایی کنید. من 15 سال پیش عمل کردم، الان 45 سالمه. خب سوالشون یکم کامل نبود جملهاش، ایشون 15 سال پیش عمل کردن، 45 سال سنشه و تقریبا نوشتن همه تمرینات رو میتونن انجام بدن، ولی وقتی میشینن پهلوهاشون درد میکنه. ببینید دوست عزیز، من نمیدونم شما بعد اون عمل آیا همینجوری بود یا نه، در این چند ماه یا روزهای اخیر این پهلوهاتون درد میکنه، ولی پهلو درد کردن میتونه شاید ربطی به این کمر شما نداشته باشه، یک توجهی به نوع درد، محل درد اینا داشته باشین. از اونجا که نوشتین همه فعالیت رو انجام میدین، حتی وزنه بلند میکنین، دردی ندارین، نشون میده که کمر شما مشکل چندانی نداره. و به همین لحاظ شما باز هم توصیه میکنم تمرین های کمردرد رو انجام بدین، چرا که به خاطر اون فیوژن شما نیاز دارین که همیشه کمرتون رو در یک حالت موبیلیتی، فلکسیبیلیتی و استابیلیتی خوب نگه دارین، در واقع دامنه حرکتی کافی، خاصیت فلکسیبیلیتی یعنی حرکت خوب در بافت ها و مایچه ها، و همچنین ثبات کافی باید داشته باشه تا اون تیتانیومی که در کمر شما گذاشتن و پیچ موره کردن بتونه خوب کار بکنه. به همین خاطر اگه احیانا دردتون در ناحیه کمر نیست و فقط در پهلو هاست، احتمال میدم که یه ارگان داخلی چیزی باشه. به همین خاطر توصیه میکنم با یک دکترم مشورت بکنید. بیننده عزیزی گفتن با سلام و تشکر و سپاس فراوان از پاسخ به سوال بنده و تشخیص و راهکار شما در ارتباط با عضلات پشت ساق پا و کوتاهی و خشکی تاندون پاشنه پا. دستورات شما در ارتباط با حرکات با برنامه شماره 247 رو انجام دادم و پس از 3 روز شرایط پام خیلی بهتر شده. مجددا از تشخیص و راهنمایی شما کمال تشکر را دارم. ببینید دوستان، تشخیص خیلی کار سختیه، البته تجربه و علم که بره بالا راحت هم میشه، ولی باید رو اصول باشه و بر مبنای سوالی که ایشون معمولا سوالی این که برای من میفرستین، همتون دیدین یکی دو جمله بیشتر نیست، ولی بازم راهنمایی که کردم این جواب رو دادن. واقعا باعث افتخار منه که
از راه دور صدها نفر در هفته با این تمرین‌ها و توصیه‌ها خوب میشن. پس به همین خاطر بازم از شما عزیزان تقاضا میکنم این پیجای ما را علی‌رغم بیننده‌های زیادی که داریم هنوز کمتر به هم دیگه میفرستین، لطف کنید به دوست آشنایت خود معرفی بکنید که افراد دیگه هم استفاده بکنن. خب بیننده دیگه گفتم با سلام و تشکر از آخرین امید من آقای دکتر عزیز برای من توسط امارای تشخیص اسپندلیز آرتروزس و لومبار L1 S1 و اسپاینال کانال استنوزیس پیشرفته داده شده، اما تنگی کانال نخا. آیا باید عمل بشم یا با تمرینات فیزیوتراپی قابل درمان است؟ این واقعیت داره که ممکنه فلج بشم. قبلا از جواب شما ممنون هستم. بی نهایت به رانمای شما نیاز دارم. دوست عزیز، هیچ کس با کمردرد فلج نمیشه. اینو در ده ها برنامه اعلام کردم. کمردرد خیلی که شدید بشه دیگه شما را زمینگیر میکنه. پس فلج نمیشه. ولی موقعی که شما تمرین نکنید، حرکت نکنید، توی تخت بخوابین 6 ماه، اون موقع فلج میشین. فلج هم نمیشین باز. ضعف پاها اونقدر زیاد میشه که نمیتونید 20 متر بیشتر راه برید. پس اولا برای دو تا دیسک آسیب دیده و تنگی کانال نخا جراحی هیچ وقت اولین اولویت نیست و همه استانداردها و گایدلاین ها هم توصیه میکنن اولویت دوم سوم به بعد باشه. شما بایستی تمرینات تنگی کانال نخا رو که داشتیم انجام بدین، نحوه مدیریت کار و زندگیتون رو از اون برنامه فالو بکنید و انجام بدین. 5-6 ماه این مدل رو ادامه بدین، پیاده رویتون رو قطع نکنید، دوچرخ سواری، شنا. اگه بهتر نشدید اون موقع بعد 5-6 ماه دوباره میتونید برای جراحی مشورت بکنید با دکترتون. پس بینندگان عزیز، برای تنگی کانال نخا، برای دیسک کمر به هیچ وجه جراحی اولین اولویت نیست، چه در افراد جوان چه در افراد مسن. در افراد جوان که اصلا بایستی فراموش بشه. جدیدن جه‌ها سوال به من فرستاده شده که جوونن، خود این بیننده هم عکسش نشون میده جوون باشه، میگن ما تنگی کانال نخا داریم. دوستان متاسفانه همونجور که اشاره کردم تشخیص در کشور ما خیلی سرسری گرفته میشه. با یه نگاه به MRI شما نمیتونی بگی کسی باید جراحی بشه یا نه. اگه رفتیم پیش همکار فیزیوتراپیستی یا ارتوپدی یا نورولوژیستی با یک نگاه به MRI و بدون معاینه بالینی نیم ساعته به شما گفت باید جراحی بشید، یا خوب میشین یا خوب نمیشین، بدونید اون علم نداره یا علمم داشته، به کار و حرفش اهمیت نمیده، به درمان شما اهمیت نمیده. ما مردمیم که بایستی دکترامون رو به استاندارد برسونیم، ما مردمیم که همینجوری میتونیم مسئولانمون رو پاسخگو بکنیم. پس شما بایستی دکتر رو پاسخگو بکنید، به چالش بکشید، بکشید. همین سوالی که از من پرسیدید رو بایستی از دکترتون میپرسیدید. ببینید اینجوری فقط با دیدن یک MRI هیچ دکتری نباید بگه شما باید جراحی بشید. اگرم گفت یا همونجوری که گفتن به کارش اهمیت نمیده، به درمان شما اهمیت نمیده و خدا نکرده 5% 10% هم برای پولشونه. ببینید شما پیش هر متخصصی برین اون تخصص خودشو به شما ارائه میده، سرویس خودشو به شما ارائه میده. اینه که استانداردها و گایدلاین ها هستن که اینجا به کمک ما میان. تمام گایدلاین ها میگن بایستی اول یک دوره فیزیوتراپی 3-4-5-6 ماهه انجام بشه، بعد اگر واقعا لازم بود جراحی تنگی کانال نخا. دوستان چیزی نیست که موفقیت آمیز بودنش خیلی بالا باشه. اکثر کسانی که تنگی کانال رو جراحی میکنن به خاطر کمپلکس بودن شرایط بعدن هم خیلی درد دارن. حتی برای دیسک کمر 50-50 همه دکترایی که تخصص و تعهد داشته باشن اینو قبل از جراحی باز به شما بگن. هیچ جراحی دیسک کمری شانس بیشتر از 50% نداره بر طبق گایدلاین ها و استاندارد ها. به هر حال شما تمرینات انجام بدین، بعد 6 ماه دیگه اون موقع میبینید که چقدر بهتر شدید. من میدونم، شک ندارم اگه شما چند ماه تمرینات انجام بدین، پیاده رویتون انجام بدین،
دوچرخه سواری بکنید، همجور فعالیتی که اشاره کردم شش ماه دیگه اصلا این دیدگاه نخواهید داشت، چون درد شما انقدر کم شده، انقدر راحت به کار و زندگیتون میرسید که اصلا فکر جراحی نمی کنید. امیدوارم موفق باشید. دوست دیگه گفتن سلام آقای دکتر، من چند بهتون پیام دادم برای زانو عملی هم ورزش بذارید. من 10 ماه عمل کردم اما درست نمیشد، را برای ممنونم جواب بدید. دوستان یکم سوالاتتون رو که میفرستید یک بار چک بکنید، موقع خوندن آدم بعضی وقتا متوجه نمیشه. این دوست عزیز 10 ماه پیش عمل کردن، تمرین های عمل زانو برای بعد از عمل رو میخوان. بیننده گرامی، من در همون برنامه هایی برای زانو گذاشتم 10 برنامه اشاره کردم که اونها برای بعد از عمل هم خیلی عالی هن. در واقع برای عمل جراحی زانو یا مفصل مصنوعی زانو هم برنامه داشتیم، برید برنامه مربوطه رو ببینید، لطفا تمرینش رو انجام بدین و آرزوی سلامتی دارم. خب دوست دیگه گفتن سلام جناب آقای دکتر نوید محمدزاده، خانمی هستم 59 ساله، زانوهای من چند بار پی آر پی شده و تزریق ژل هم انجام دادم، چند ماهی خوب بود، دوباره هنگام بالا رفتن از پله ها زانوها مانند پول خورد صدا میدن. چه تشبیه خوبی کردن، دقیقا زانویی که قضروفش آسیب میبینه مثل همون خشخش پول خورده. زانوی چپ در زمان راه رفتن مخصوصا هنگام رفتن از سربالای استخوانهایم میخورند و صدای تق تق درد لحظه‌ای به وجود میآید. ممکنه راهنمایی کنید چه کاری میتوانم انجام دهم؟ آیا قضروف یا مفصل زانوها آسیب دیده؟ راهی برای درمان هست؟ از تمرینهای ورزشی که آموزش دادید بسیار استفاده میکنم، زانوهام درد نمیکنند اما سایدگی را فهمیدم و میخواهم کمکم کنید. با تشکر از تهران پیام دادم. مرسی خانم محترم از سوالتون و متشکرم از بازخوردتون برای تأثیرات برنامه های زنگ سلامت و تمریناتمون. شما ببینید وقتی اون صدا از زانوتون میاد در این سن مشخصه که قضروف زانوی شما آسیب دیده. و یه نکته جالبی هم که این سال انتخاب کردم به خاطر تزریق پی آر پی و ژل هست دوستان، این نکته هم 10 بار از طرف بینندگان پرسیده شده، هنوز کارهای چندانی نداره. شما تمرینات زانوی 1 و 2 را ادامه بدین و قضروفتون هم بهبودی خیلی خواهد داشت و اگر هم بهبودی کامل پیدا نکنه از وخیمتر شدن جلوی گیری میکنید. تا مدت زیادی با این روش برین جلو، پیاده رویتون فراموش نکنید و اگه احیانا لازم شد بعدا در ماهای آینده یا سالهای آینده تعویض مفصل خواهید داشت، ولی فعلا با تمرینات ادامه بدین و امیدوارم شاد و تندرست باشید. خب با تشکر از همه شما عزیزانی که سوال فرستادید و با پوزش از سوالایی که پاسخ داده نشد در این برنامه زیادن، ولی در پلتفرمایی که فرستادید حتما به اونها جواب میدم. لطفا سوشال میدیای ما و یوتیوب ما رو به دوستانتون معرفی بکنید و امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشید. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. شب روز خوش. خدا نگهدار.